مارک رزوانی با پرودوسینگ پارتنرشون یه خانم هستن به نام دایان اوونیچ که این خانم چکسلواکی امریکن هست. سو خیلی دایورسیتی توی چیز ما بود و یه پسره دیگه تو برنامه Italian from Italy. So خیلی دایورس بود با خیلی برنامه خوبی بود به نام Sleep Lab مارکو رزوانی. متاسفانه کلیپشو ندارم ولی جرمی میلر تو اون برنامه رول یه دکتر رو بازی میکنه، منم رول یه پیشنت رو بازی میکنم. خیلی خیلی خوشم اومد چون با ایرانی تا حالا کار کردم، البته دانشجوی ایرانی که فیلم بردار بود، ولی تا حالا کار نکردم با یه ایرانی، مثلا با اکتر ایرانی of course، ولی با کارگردان ایرانی یه اکسپیرینس دیگه ای هست. چطوری بود؟ مثلا سختگیرن یا خیلی خوب بود؟ مثل برادر بود برای من، میدونین با مزه بود چون بعضی وقتا با من تو فارسی حرف میزد، با اون امریکایی میگفتن چی میگه با تو؟ گفتم خب نمیدونم، بالاخره دوست داره فارسی حرف بزنه. آخه مادرش هم سری زد به ستمون و خواهرش هم بود و میخواستن غذای ایرانی درست کنن. بعدن همه گفتن وای غذای ایرانی درست کنن، هممون خوابمون میره چه روی فیلم برداری بکنیم، تمام کرو اینطور چیزا. ولی خیلی حس کردم خیلی گرمن، یعنی امریکایی هم خیلی خوبن ولی ایرانی ها خیلی گرم هستن. پیدا کردن از کشور خودش اونجای مثلا بله، با برادر ندارم، مثل برادر بود برای من. خیلی خوشم اومد که امیدوارم بیشتر با ایرانی ها کار کنم. با خیلی گروه های جور به جور هست برای ایرانی ها که نبود، یه چیزی هست به نام فرهنگ فاندیشن که من خیلی خیلی خوشم میاد، شما هم حتما میدونین چی هست، با آدمای خیلی موفق رو بوردشون هستن و من خیلی برای این آدما افتخار دارم، فرهاد محیط و خانمشون نوشین، آقا خانم رازی، که چه آدمایی هستن. Midnight Mission they're on the board of this charity downtown، بدترین جای داونتاون این آفیسشونه، این آف این چریتیشونه برای آدمای هوملس. Midnight Mission خیلی چریتی خوبیه، امیدوارم وقت کنم کمک کنم و خیلی آدمای خوبی هستن. من تا حالا Midnight Mission کمک کردم، LA Mission ببخشید انقدر میشن زیاده آدم گیج میشه. اتفاقا ویدا جون با خودتو آماده کنین، چون که توی دو هفته دیگه، این هفته‌ای که میاد ماز جبرانی رو دارم، هفته بعدش قرار مصاحبه داشته باشم با یک آقای در ایران که ایشون مسئول بنیاد فردوسی ایران هستن. واو. و امیدوارم که ما از این مصاحبه بیشتر داشته باشیم با هموطنان عزیزمون در خارج از امریکا، که امیدوارم در آینده که با فعالیتی که با فرهنگ فاندیشن میخوان شروع بکنن، بتونیم اون کارهای قشنگ به اصطلاح نقاله خونی تو خیابون، مثلا به اصطلاح اون کارهایی که در زمان مثلا رستم و سهراب توی شاهنامه فردوسی است. و دوست داشتم بگم الان، ولی باز میگم که چقدر خوشحالم از این که این هموطنان عزیزم تونستن که شاهنامه فردوسی رو در یونیسف ثبت برسونن. و امیدوارم که این حرفا رو انشالله در دو هفته آینده از زبان خود آقای موحد فرد بشنویم، که خوشحالیم از این که میتونیم با مسئولین در ایران روی خطمون صحبت بکنیم. و انشاءالله فکر میکنم وقتی که این هموطنان عزیزمون بیان که با یه گروه بزرگی قراره وارد امریکا بشن، از هنرمندا و شعرا و خیلی از کسایی که واقعا تو ایران به نام هستن و قراره که امریکا بیان، امیدوارم که منظور که باید حتما کمک کنیم. بله of course، من خیلی خوشم میاد. من اتفاقا یه گروهی، یه پسر ایرانی به نام یوسف دلارا شروع کرد، پز Persians and Entertainment with the Persian Entertainment Zeitgeist، ولی یه دفعه هم دیگر رو دیدیم چون همه سرشون شلوغ با فیلم برداری و کارهای جور به جورشون، ولی یواش یواش کمیونیتی ما داره رشد میکنه. بله میشه ایشالله که باز. البته چند هفته پیش خانم لیلا، ببخشید، خانم میلانیان رو داشتم. بله بله، با بیتا خیلی خیلی زحمت میکشن، ولی متاسفانه ایشون یه اتفاق براشون افتاد، نتونستن توی برنامه شرکت کنن. حالا ایشالله بعد از آقای موحد فرد حتما باید ایشون رو داشته باشیم که باز اون خبر خیلی خوب، که البته خبرش فکر میکنم در تلویزیونای دیگه هست، که میدونین که در دانشگاه USC از امسال سال 2011 فرهنگ ایران رو
تدریس میکنن و این از افتخارات ماست که تاریخ و فرهنگ کشورمون در یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا در کالیفرنیا، اونم در جایی که تمام ایرونیا بیشترن به خاطر آب و هوای کالیفرنیا و لس آنجلس که یه مقدار شبیه به تهران هست. پدر مادرم همش این حرفو میگن، همش این حرفو میگن. جمعش عرفه این روزا خیلی هوا بد شده، ما باید بریم تکستمون ازشون پس. بله بله، ولی امروز خیلی گرم بود. خوب امروز بود. خوب امروز یه مقدار خوب بود، ولی اون چند هفته که همش بارون میومد بله خیلی خیلی مثل ایست کوست بود، مثل پورتلندیا شده بودیم. ولی بله مثلا ایرانی ها، من خیلی افتخار میکنم که ایرانی هستم، چون ما کالچرمون خیلی خوبه.